به نام خداوند بخشاینده و مهربان شاگردای عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار هستم همتان لباس آفیت و جانجوری بتن داشته باشید و به صورت خستگی نپذید در سایتان تعقیب کنین و یک چیز بیاموزین شاگردای عزیز درس امروز ما از مضمون ساینس سنفششم می باشه که صفحه سی کتاب و موضوع درس ما معادن است. قبل از آغاز درس بر شما ما یک تصویر نشان میدم. شما ببینین در مورد این تصویر چی فکر میکنین؟ آیا گاه وقت اقسم یک تصویری را مشاهده کردین یا نه؟ خب اگر مشاهده کردین برای ما بگوین کی میگه؟ بسیار خوب بله و همچنان تصویر دیگر هم ببینید بسیار عالی این تصویر یکی از معادن است و این هم از جمله سنگ های مدنی است که از جمله سنگ های قیمتی پس درس امروزی ما عبارت از معادن می باشد شما امروز در مورد معادن مختلف آگاهی پیدا می کنین. و برای شما معرفی میکنیم که مدن چیست و اهمیت آن در زندگی روزمره ما چی می باشه؟ به صفحه سی کتاب مراجعه کنین متن در سر یک بار می و شما گوش کنین به نظر شما مادن چیست؟ چی فکر میکنین؟ مادن چیست؟ دقیقا که همتان با این هم آشنایی داریم. خب، حالا دقت کنین. مادن از جمله منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی است. مواد مدنی به صورت عموم به دو بخش عضوی و غیر عضوی تقسیم گردیده. مادن مواد عضوی مانند زغال سنگ، نفت و گاز بوده که نیازمندی ما را از لحاظ تسخین، تنویر، انرژی و وسایل ترانسپورتی رفع می نماید. مادن مواد عضوی زیادتر منشای حیوانی و نباتی داشته که از تخریب و تجزیه اجساد حیوانی و نباتی تحت فشار بعد از گذشت زمان تشکیل می شوند. معادن مواد غیر عضوی مانند طلا نقره مس جست المونیم پلاتین نکل آهن و غیره می باشد که اکثر وسایل مورد ضرورت حیات ما از قبیل وسایل ترانسپورتی برقی ظروف پخت پس ظروف تزئینی و غیره از آن تهیه میگردند همچنان مواد مدنی دیگری مانند الماس، گچ، چونه، یاقوت، فیروزه، عتیق، لاجورد، زمرد، سلفر، مرمر، نمک تاام و غیره نیست از جمله مواد غیروزوی بوده که در موارد مختلف از آنها استفاده به عمل می آید. بسیار خوب شاگردای عزیز، متن درس فامیدین حالا میریم به تشریح درس ما خب در قدم نخست تعریفی از مادن می داشته باشیم مادن چیست مادن و جمع مدن می به بنان مادن از جمله منابع طبیعی زیرزمینی بوده زیرزمینی بوده و مواد مدنی مواد مدنی با صورت عموم به دو بخش تقسیم میشه که مواد عضوی و بخش دیگه شان مواد غیر عضوی خب شاگردای عزیز مواد عضوی کدام مواد هستند؟ مانند زغال سنگ نفت گاز برای کدام مقاصد اینا استفاده میشن؟ برای تسخین یعنی پخت و پز تنویر تولید انرژی و غیره نیاز های ما منشه مواد عضوی معمولا از حیوانات حیوانات و نباتات می باشد. خب یعنی چی؟ مواد عضوی، مواد مدنی که عضوی هستند معمولا چرا کلمه عضوی به این مواد گفته می شود به دلیل ازی است که اینها اکثرا منشه حیوانی و نباتی دارند موجودات زنده اهم از حیوانات و نباتات زمانی که با مرور زمان اینها وقتی که می میرن و در زمین دفن می شوند اینها با ایستگی و به مرور زمان به طبقات پایین زمین تجزیه گردیده و تشکیل مواد مختلف را می کنند به همین دلیل ما میگیم که مواد مدنی عضوی گفته میشه برشان و مورد استفاده مواد مدنی عضوی یعنی از جمله مواد مهمی هستند که ضروریات روزمره ما را مرفوع می سازند که ما می تانیم از جمله نام ببریم که مواد مدنی عضوی شامل زغال سنگ است که زغال سنگ در موارد بسیار زیاد استفاده می شود به حیث مواد سوخت از او استفاده میکنیم یا که نفت است که مواد نفتی و انواع تیل های مختلف مواد عضوی مختلف دیگه از نفت خام به دست می در طبقات مختلف و توسط عملیه های تقدیر تدریجی جداسازی می, می کنند و در موارد مختلف از او استفاده می شود بنابراین دارای اهمیت زیاده می باشد و همچنان گاز از جمله مواد ضروری زندگی ما می باشه که موثرتر است یعنی بهتر است استفاده گازات در زندگی ما از نسبت به زغال سنگ و مواد سوخت زغال سنگ گاز بهتر می باشه بنان از جمله مواد عضوی مدنی شامل همین سه بخش می شود که زغال سنگ نفت و گاز می باشه بخش دیگه ای که مواد غیر عضوی می باشه مانند طلا، نقره، مس، آهن، المونیم، پلاتین، و انواع مختلف, مختلف دیگه فلزات هست که در زندگی ما اهمیت بسیار زیاد دارن یعنی مواد شامل مواد غیر عضوی مدنی می شوند که از اینا در زندگی روزمره استفاده بسیار زیاد صورت می گیرد در زم نزدیک بر زیورات از طلا استفاده می یا از نقره استفاده می کنن. فلزات به مانند آهن، المونیم، نکل در ساخت وسایل هم استفاده میشه و اهمیت به را دارند در زندگی ما و همچنان وسایل ترانسپورتی وسایل برقی که استفاده میکنیم از فلزات استفاده میشه و در زندگی ما دارای اهمیت می باشند نمک تام که از جمله سنگ های می تانه که به شکل مدنی همچنان به دست بیاید در ضمن که از ابهار به شکل رسوبی از ما به دست می آوردیم ما به توسط عملی تبخیر جدا سازی می کردیم همچنان می تانه که نمک تام در مادن هم موجود باشه و به با شکل سنگ ها موجود می باشند که ما سنگ های از را به آورده و بعدا مورد استفاده قرار دادن می توانیم بنابراین گفته می که مواد مدنی از جمله مادن از جمله منابع طبیعی بسیار ضروری و مهم میباشه که در زندگی ما انسان ها و در قسمت پیشرفت و ترقی تکنولوژی رول بسیار زیادی را داره و های زحمیت می یک بار دیگه هم درس خلاصه می سازیم که درس امروز ما در مورد معادن بود معادن از جمله منابع طبیعی می باشه که به صورت عموم معادن به دو بخش تقسیم می شود که عبارت از معادن مواد عضوی و مواد مادن مواد غیر عضوی می باشه معادن مواد عضوی شامل نفت گاز و زغال سنگ می باشه که به خاطر تسخین و پخت و از اون استفاده می کنیم و به همچنان بر تنویر بر تولید انرژی و غیره استفاده می شود و منشی مواد عضوی از مادن مواد عضوی شان هم حیوانات و نباتات می باشه به با همین دلیل است که نام مواد عضوی برایشان گذاشته شده و مادن که مواد غیر عضوی می باشه شامل فلزات مختلف می باشه که می تانیم انواع مختلف فلزات نام ببریم که طلا نقره مثل مونیم نکل پلاتین و غیره می باشه که البته فلزات نمیشه که به شکل خالص ما از مادن بدست بیاریم بلکه به شکل ترکیبات در سنگ ها موجود می باشد که توسط پروسه های مختلف پوره جدا سازی نموده و در حیات روزمره مورد استفاده قرار می گیره. شاگردای عزیز درس در صفحه سیوم کتابتان درس امروزی ما در همین قسمت به پایان می میرسه اما سوالات ارزیابی که در کتاب در صفحه سی وجود داره یک بار او سوالات از شما میپرسم شما ببینین خود ارزیابی کنین که تا امروز تا چه حد درس یاد گرفتین و چی آموختین خب سوال اول قسمی است که پرسیده شده مادن چیست و به چند بخش تقسیم شده آیا سوال خودتان جواب میدین یا ما بگویم بسیار خوب ما برتان میگم مادن چیست و به چند قسمت ساخته شده مادن عبارت است از جمله منابع طبیعی می و به دو بخش تقسیم شده که عبارت از مادن مواد عضوی و مادن مواد غیر میباشن. سوال دومتان قسمی است که انسان ها در زندگی روزمره خود از معادن به خاطر چی استفاده میکنن ما میگیم که انسان ها در زندگی روزمره خود از معادن در موارد مختلف استفاده میکنن اگر از معادن مواد عضوی نام ببریم در حیات روزمره ما به حیث مواد سوخت و تولید انرژی استفاده می میشوه و از معادن غیر عضوی هم فلزات مختلفی که وجود داره یا نمک و یا سنگ های تزئینی که وجود داره در موارد مختلف از آنها اون، استفاده میکنیم سوال سوم در مورد... مادن شما چی خودتان چی معلومات دارین و چند نوع مادن مشناسین میشه فکر کنین و در کتابچه هایتان معلوماتتان را بنویسین و سوال آخری الماس گرد چونه یا قد فیروزه عتیق لاجورد از کدام نوه مادن به شمار میرن؟ آیا مادن عضوی هستند و یا مادن غیر عضوی هستند؟ جواب سوالات شما در کتاب نوشته بکنین شاگردای عزیز امیدوار هستم که درسها را تکرار کنین و به آمادگی به درس آینده تان همچنان داشته باشین شما را تا درس بعدی به خداوند بینیاز می سپارم الله حافظ و نگهدارتان